بپردازیم به درس ده از سری درس های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آبخوردن. yesterday, today, tomorrow yesterday, today, tomorrow yesterday یعنی دیروز، today یعنی امروز، tomorrow یعنی فردا، دوستان در مورد تلفظ yesterday دقت بفرمایید باید آرتون رو به صورت آر انگلیسی بیان بکنید به این دلیل که آر در فارسی یه مقدار تلفظش تفاوت داره با آر در انگلیسی یا به عبارت دیگه وقتی که ما میخوایم بگیم ر در فارسی زبونمون پشت دندون هامون به صورت مسلسلی تکم میخوره یعنی میگیم ر R R. اما وقتی که میخوایم آر در انگلیسی رو تلفظ بکنیم زبونمون جمع میشه یا نزدیک سقف دهانمون میره و سعی میکنیم بگیم آر به همین دلیل وقتی که شما بخواید آر انگلیسی رو تلفظ بکنید یه مقدار فرق داره با ر در فارسی به همین دلیل وقتی که مثلا میخواید یستردی رو تلفظ بکنید اگر بخواید ایرانیزه تلفظش بکنید میشه یستری اما این آر باید به صورت بسیار مخفی و به صورت درست تلفظ بشه اگر خیلی بخوام شمرده تلفظش کنم میشه yes day و وقتی که خیلی روون تلفظش کنم میشه yesterday آرش اصلا شنیده شاید نشه yesterday یعنی دیروز today یعنی امروز و دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ today دقت داشته باشید که نباید بگید today تو نیست today تلفظ تی او در today بین او و ا میشه today today یعنی امروز همچنین در مورد تومارو باید دقت بکنید نمیگیم تومارو تومارو نیست tomorrow آر رو تلفظش رو خدمتتون توضیح دادیم پس تلفظ این سه کلمه میشه yesterday today tomorrow دیروز امروز فردا yesterday today tomorrow Yesterday today tomorrow Yesterday was Saturday Yesterday was Saturday Yesterday yani dīruz was guzhte fale is yani bud is ke yani ast was yani bud yesterday was yani dīruz bud Saturday yani shanbe yesterday was saturday yani dirus shanbe yesterday was saturday yesterday was saturday i was at the cinema yesterday i was at the cinema yesterday I was یعنی من بودم دوستان در مورد تلفظ W در was دقت بفرمایید زمانی که میخوام was رو تلفظ بکنم و W شو درست تلفظ بکنم باید لب هاتون حالت لوله یا حالت بوسه به خودش بگیره و هوا خارج میشه یعنی به این صورت was نمیگم واز این تلفظ وی در انگلیسیه که نیش دندون بالای شما لب پایینتون رو میگزه پس برای تلفظ دابلیو به صورت درست لب هاتون به صورت بوسه یا لوله‌ای و هوا خارج میشه I was at یعنی در The cinema یعنی اون سینما اون سینمای مشخص که داره در موردش صحبت میکنه THE اشاره میکنه به اون سینمای مشخصی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه The cinema یعنی اون سینمای مشخص Yesterday یعنی دیروز I was at the cinema yesterday یعنی من دیروز در سینما بودم I was at the cinema yesterday I was at the cinema yesterday. The film was interesting. The film was interesting. The film یعنی اون فیلم اون فیلم مشخص که داره در موردش صحبت میکنه was گذشته is یعنی بود Interesting یعنی جالب دوستان دوباره تلفظ R رو در interesting دقت بکنید نمیگم interesting 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 ببینید اگر شما تلفظ درست را دقت بکنید R هاش رو چقدر زیبا میتونید بیانش بکنید interesting the film was interesting اون فیلمه که داره در مورد صحبت میکنه جالب بود the film was interesting The film was interesting. Today is Sunday. Today is Sunday. Today یعنی امروز is یعنی ast. دوستان دقت بکنید نمیگم is 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 یعنی ast. Sunday یعنی یک شنبه Today is Sunday یعنی امروز یک شنبه است. Today is Sunday. Today is Sunday. I am not working today. I'm not working today. I am یعنی من هستم. Not برای منفی کردن استفاده شده. Working شکل آینجی فعل work یعنی کار کردن در حال کار کردن. I'm working یعنی من دارم کار میکنم. I'm not working یعنی من در حال کار کردن نیستم. K, today امروز چرا چون امروز یک شنبه است؟ I'm not working today. یعنی من امروز در حال کار کردن نیستم. دوستان دقت بفرمایید که ساختار حال استمراری رو در مورد working استفاده کرده و البته به صورت منفی I'm working یعنی من دارم کار میکنم ساختار حال استمراری رو استفاده کرده و وقتی که منفیش کنیم میشه I'm not working یعنی من در حال کار کردن نیستم I'm not working today I'm not working today. I am staying at home. I'm staying at home. I am staying yani man dar mondan has hastam ya man mande am I'm staying ساختار حال استمراری است یعنی من در حال ماندن هستم به این دلیل که فعل stay یعنی ماندن staying حالت ing فعل stay یعنی ماندن و I'm staying یا I am staying یعنی من در حال ماندن هستم کجا؟ at home در خانه I'm staying at home یعنی من در خانه در حال ماندن هستم یعنی تو خونه موندم این خونه موندن هم یه مدت میگذره به خاطر همین از حال استمراری استفاده کرده I'm staying at home I'm staying at home Tomorrow I will work again. Tomorrow I will work again. Tomorrow یعنی فردا. I will work ساختار آینده ساده است. یعنی برای بیان کاری که در آینده قرار اتفاق بیفته میخوایم صحبت بکنیم. کدوم کار؟ در واقع کار کردن. Work یعنی کار کردن. I will work یعنی من کار خواهم کرد کی فردا که آینده است tomorrow I will work یعنی فردا من کار خواهم کرد again یعنی دوباره tomorrow I will work again یعنی من فردا دوباره کار خواهم کرد یا سر کار خواهم رفت tomorrow I will work again tomorrow I will work again I work at an office. I work at an office. I work یعنی من کار میکنم. ساختار حال ساده رو داره بیان میکنه. I work یعنی من کار میکنم. کجا؟ At در an office. Office یعنی دفتر. دوستان دقت بکنید نگفتم آفیس. Office. office. ایش بسیار کوتاه بین ا و ای آفس یعنی دفتر یا اداره ان آفس یعنی یک دفتر یا یک اداره حالا چرا آرتیکل ای این استفاده کرده و نگفته ای آفس دلیلش این است که حرف اول از آفس که در اینجا آ تلفظ میشه صدادار گفتاریه هر جا که حرف اول از کلمه بعد از آرتیکل صدادار گفتاری باشه از ان استفاده میکنیم پس میشه an office یعنی یک دفتر یک اداره at an office یعنی در یک دفتر در یک اداره I work at an office یعنی من در یک اداره یا در یک دفتر کار میکنم I work at an office I work at an office. Who is that? Who is that? Who یعنی چه فردی چه کسی دوستان دقت بکنید دبلیوش تلفظ نمیشه پس میتونیم بگیم who who یعنی چه فردی چه کسی is یعنی است that یعنی آن اشاره به دور who is that یعنی آن کیست آن چه فردی است او کیست who is that Who is that? That is Peter. That's Peter. That یعنی آن یا اشاره به دور is یعنی است Peter یعنی پیتر یا آقایی به اسم پیتر That's Peter یعنی اون پیتره اشاره میکنه میگه اون پیتره That's Peter That's Peter

Peter is a student. Who is this? Who is this? Who, who, yani chefardi, check is, yani asked, this, yani in, who is this, yani in kie, in chefardi, who is this? Who is this? this is marta this is marta this یعنی این یا اشاره به نزدیک is یعنی است مارتا یعنی خانم مارتا یه خانومی به اسم مارتا this is marta یعنی این مارتا است this is marta مارتا is a secretary. Marta is a secretary. Martha, که یعنی خانم مارتا اسم خاصه از یعنی است a ارتیکل a یعنی یک نفر یک secretary یعنی منشی سکرت یعنی راز secretary یعنی منشی Marta is a secretary, yani Marta Marta is a secretary. Marta is a secretary Peter and Marta are friends. Peter and Marta are friends. Peter, یعنی پیتر یعنی آقای باسم پیتر یا آقای به اسم پیتر اند و Marta, یعنی خانمه مارتا یعنی خانم مارتا آر هستند فرندز دوستان پیتر و مارتا آر فرندز یعنی پیتر و مارتا با هم دوست هستند پیتر و مارتا آر فرندز پیتر از مارتاز فرند پیتر یعنی آقای پیتر از یعنی است مارتا یعنی خانم مارتا حالا چرا آپاستروفی اس گرفته این برای بیان مالکیتس مارتاز فرند یعنی دوست مارتا Peter is Marta's friend and Peter Duste Ast. Peter is Marta's friend. Peter is Marta's friend. friend. Julie is Mori's girlfriend. Julie is Mauri's girlfriend. جولی یعنی خانم جولی یه خانومی به اسم جولی is است موری یه آقایی به اسم موری آپاسروفی اس برای این مالکیت girlfriend یعنی دوست دختر girl یعنی دختر friend یعنی دوست و girlfriend یعنی دوست دختر جولی is موریز girlfriend یعنی جولی دوست دختر موریه جولی is Morris' girlfriend Julie is Morris' girlfriend. موری ایز جولیز بویفرند موری ایز جولیز بویفرند موری یعنی آقای موری ایز است جولیز بویفرند یعنی دوست پسر جولی و همونطور که میبینید apostrophe اس برای بیان مالکیت استفاده شده موری ایز جولیز بویفرند یعنی موری دوست پسر جولیه موری ایز جولیز بویفرند mori is julie's boyfriend this is mori's car this is mori's car this yani is short and ya in is yani ast mori yani ohoye mori apostrophe S baraye bayona کار یعنی ماشین خود را. موریس کار یعنی ماشین موری ماشینی که تعلق به موری داره. This is موریس کار یعنی این ماشین موریه. This is موریس کار. Is This is موریس کار. موریس کار ای چیوی. موریز کار ایز چوی موری یعنی آقای موری آپاستروفی ایز کار یعنی ماشین موری خودروی موری از است چوی یعنی یک شورلت در امریکا به خصوص به شیورلت میگن چوی چوی اولشه چوی یعنی شیورلت هر جا که امریکا مثلا طرف گفت من یه چوی دارم منظورش اینه که شورلت دارم ماشینم برندش شیورلته موریز کار چوی Mori's car is a Chevy. Mori will go to a meeting tomorrow. Mori will go to a meeting tomorrow. Mori yani agay Mori will go yani khwahad raft در زمان آینده ساده یعنی will به علاوه شکل ساده فعل فعل کدومه؟ go یعنی رفتن will go یعنی در آینده رفتن اتفاق میفته to یعنی به a meeting یعنی یک ملاقات یک میتینگ tomorrow یعنی فردا موری will go to a meeting tomorrow یعنی موری فردا به یک جلسه یا به یک میتینگ خواهد رفت پس در مورد آینده داریم صحبت می کنیم پس از ساختار آینده استفاده می کنیم will go پس شد ساختار آینده موری will go to a meeting tomorrow یعنی موری فردا به یک میتینگ یا به یک جلسه خواهد رفت موری will go to a meeting tomorrow موری will go to a meeting tomorrow جو is working از nurse جولی is working از nurse جولی یعنی خانم جولی اسم خاص از یعنی هست Work یعنی در حال کار کردن و شکل آینجی فعل Work و is Working یعنی در حال کار کردن است از در اینجا یعنی به عنوان nursese یعنی یک پرستار. Julie is working as a nurse یعنی جولی به عنوان یک پرستار داره کار میکنه یعنی جولی کارش چیه؟ کارش پرستاریه و به عنوان یک پرستار داره کار میکنه Julie is working as a nurse Julie is working as a nurse بسیار خوب دوستان حالا برای اینکه بتونیم خودمون رو محک بزنیم و چک بکنیم ببینیم خوب درس رو یاد گرفتیم یا نه میخوایم یک بار با هم از ابتدا عبارت و جملات و لغاتی که در درس ده یاد گرفتیم رو با هم مرور کنیم Yesterday, today, tomorrow Yesterday, today, tomorrow دیروز امروز فردا Yesterday, today, tomorrow Yesterday was Saturday. Yesterday was Saturday. دیروز شنبه بود. Yesterday was Saturday. I was at the cinema yesterday. I was at the cinema yesterday. من دیروز در سینما بودم. I was at the cinema yesterday. The film was interesting. The film was interesting. فیلم یا اون فیلم جالب بود. The film was interesting. Today is Sunday. Today is Sunday. امروز یک شنبه است. Today is Sunday. I'm not working today. I'm not working today من امروز در حال کار کردن نیستم یا امروز کار نمی کنم. I'm not working today I'm staying at home today I'm staying at home today من امروز در حال ماندن در خانه هستم یعنی امروز در خونه میمونم. I'm staying at home today Tomorrow is Monday. Tomorrow is Monday. Fardo Tomorrow is Monday. Tomorrow I will work again. Tomorrow I will work again. Man Fardo Tomorrow I will work again. I work at an office. I work at an office. من در یک اداره یا در یک دفتر کار می کنم. I work at an office. Who is that? Who is that? اون کیه؟ اون چه فردیه؟ او کیست؟ Who is that? That is Peter. That's Peter. اون پیتره. That's Peter. Peter is a student. Peter is a student. پیتر یک دانشجو یا یک دانشآموزه. Peter is a student. Who is this? Who is this؟ این کیه؟ این چه فردیه؟ این کیست؟ Who is this؟ This is Marta. This is Marta. In Marta. This is Marta. Marta is a secretary. Marta is a secretary. Marta is, is, is a secretary. Peter and Marta are friends. Peter and Marta are friends. Peter Martha Peter and Marta are friends. Peter is Marta's friend. Peter is Marta's friend. Peter Peter is Marta's friend. Marta is Peter's friend. Marta is Peter's friend. Marta duste Peterast. Marta is Peter's friend. Julie is Mori's girlfriend. Julie is Mori's girlfriend. Julie dustuchtar Maurice. Julie is Mori's girlfriend. Maurice is Julie's boyfriend. Mori is Julie's boyfriend. Mori du pesar Julie. Mori is Julie's boyfriend. This is Mori's car. This is Mori's car. Ee machine Mori. This is Mori's car. Mori's car. car is a Chevy. Mori's car is a Chevy. Mori Yeg Chevalete. Mori's car is a Chevy. Mori will go to a meeting tomorrow. Mori will go to a meeting tomorrow. Mori Fardo یک Jalase meeting رفت. Mori will go to a meeting tomorrow. Julie is working as a nurse. Julie is working as a nurse. یعنی جولی به عنوان یک پرستار داره کار میکنه. Julie is working as a nurse. بسیار عالی آفرین بر شما که همراه بودید صدای خودتون رو ضبط کردید و الان میخواید برید صدای ضبط شده خودتون رو با درس اصلی و با این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو در بیارید دوستان فراموش نکنید که حتما طبق روشی که دارید میبینید و روشی که برای شما تشریح میشه تمرین و استفاده بفرمایید این روش علمی و روش طبیعی یادگیری اثبات شده است و اگر شما مدتی یادگیری خودتون رو منطبق بر این روش کنید و طبق این روش پیش بیاید تاثیر بسیار عالی در یادگیریتون خواهید داشت ما تضمین میکنیم اگر شما طبق این روش تمرین و استفاده بفرمایید از درس ها حتما موفق خواهید شد و حتما به رشد بسیار خوبی در یادگیریتون خواهید رسید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید